توی این ویدیو میخوایم یه واحد اجاره‌ای یا چند تا واحد اجاره‌ای روزانه رو بهتون نشون بدیم که بدونید با چه چیزی روبرو هستید، یعنی چیزایی که ما معرفی میکنیم و آقای میثم عزیز معرفی میکنن به چه صورته. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید که بریم واحد رو ببینیم. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ویدیوشو خوش اومدید. همراه آقا میثم عزیز هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، امروز با هم در خدمتتون هستیم. می‌خوایم بریم واحد اجاره‌ای ببینیم، یه چند تا واحد ازشون خواهش کردم واسه ما اگه خالی شد بگم بریم سریع ویدیو بگیریم. مسافر داره بلا فاصله پر میشه، ولی گفتیم سریع اون ضبطمون رو انجام بدیم. بریم داخل واحد ببینیم چه جوریه. این واحد نزدیک شیشلیه، یعنی تو خود منطقه شیشلیه. پاساژ جواری من از همینجا دارم می‌بینم، یعنی دیوارش قشنگ جلومه، اینقدر نزدیکه. این چیزی که میگیم نزدیکه واقعا نزدیکه. بریم داخل نشون بدیم که میگیم توی لیست فلان اقلام و اجناس این چیزها رو داره، نیاز ندارید مثلا این فلان وسایلی بیارید با خودتون. ببینید چیا هستش، مثلا قاشق چنگال فلان. لباسی توضیح کوتاه بدم. ببینید ما الان تو منطقه شیشلی هستیم، تا پاساژ جواهی، مرکز خرید جواهی که اکثر دوستان ایرانی عزیز میشناسن، فاصله زیادی نداریم، 5 6 دقیقه فاصله است. دسترسی اتوبوس و مترو خیلی بهمون نزدیکه و کلی امکانات، چیزایی که نیاز دارید در منطقه هست. چیزی هم که خیلی برای ایرانی‌های عزیز مهمه اینه که خیابونا خیلی شیب نداشته باشه. ذاتاً ما اینو بارها و بارها گفتیم، الان هم دوباره خدمتتون تاکید بکنم، یه مقدار شیب رو همه جا ما داریم، هرچند اینجایی که الان هستیم داریم با هم صحبت می‌کنیم صافه، یه شیب خیلی خیلی کوچیک رو داریم، ولی روی هم رفته از این شیب نترسید، چیز خاصی نیست. اکثریت خیابونا به عبارتی اکثریت محله ها اینجوریه. حالا پین توضیحات اطلاعات بیشتر رو من بهتون میدم. دقیقا حالا شیبی که دارم میگم، شیب اینجا واقعا اصلا شیبی نیست. در اصل اون پشت رو نگاه کنید، البته نمیدونم تو تصویر مشخصه یا نه، خیابون اصلی نزدیک یه مقدار این ور شیب داره، این ور هم یه مقدار شیب داره، دو طرف خیابون یه مقداری شیب داره، این شیب سنگینی نیستش. ولی توی سمت تاکسی نگاه کنید، شیبا اینجوریه قشنگ 60 درجه 90 درجه است. اینجوریه 90 درجه که نه 60 درجه 45 درجه است، اینجا مثلا 10-20 درجه است. شایان مسافرای عزیز چون چمدون همراهشونه شاید یه خورده براشون آره. سخت باشه، وگرنه پیاده رفتن اون شیبا خیلی چیز نیست، سخت نیست، شاید هم عادت کرد. حالا اونجا هم بازم جای صاف داره، من شیبای بعدش دارم میگم، یعنی بدترین حالتش به این صورته. حالا بریم داخل اینجا رو نشون بدیم بهتون، ببینید چطوره، بعد یه زای صحبت در موردش بشه که تصاویر اون واحدم بهتون نشون میدم چیا داره به چه صورته که ببینید و امیدوارم بپسندید و سوالی واسه تون مطرح شد توی کامنت ها واسه هم بنویسید. بریم داخل رو ببینیم. بفهمید. خب میریم داخل، دوتا از دوستامون داخل هم. بفهم. خب این طبقه همکفشه، چند تا واحد دیگه هم اینجا داریم. ببینید وسایل هم آماده است واسه فیلم برداری و محیط داخلیش به این صورته. دوستان عزیزم اینجا هستم. سلام علیکم. سلام علی شما. وسایل منه، حالا بریم اینا رو جمع جور کنم بهتون بگم. یه توضیح خدمتتون بدم. ببینید ما وقتی میگیم یک خونه با اشیاء کامل توی لیست براتون می‌نویسیم که همه چیز داره، این یکی از نمونه ها. در واقع داریم برای شما کل امکانات لازم رو فراهم می‌کنیم و طبق لیست داریم بهتون تحویل میدیم. الان آشپزخونه رو کامل با هم دیگه دیدید، وسایل پخت و پز، بشقاب، مایکروفر، توستر، فر، ماشین ظرفشویی، اینجور موارد، همه چیز هست برای پخت و پز، همه چیز فراهم شده. مبل هایی که میبینید در واقع دوتا مبل تخت خواب شما هم هستن. همیشه میگیم اون تعداد نفرات اضافه ای که تخت ندارن میتونن از مبل ها که در واقع تبدیل به تخت خواب میشه استفاده بکنن. این واحد جزء بهترین واحدامون هست، جزء تمیزترین واحدامون هست و در واقع میتونم بهتون بگم که در یک منطقه خوب با شرایط خوب و با قیمت مناسب داریم ارائه میکنیم. این اتاق تخت دو نفره
در واقع مبلی که تبدیل به تخت خواب میشه و کمد. دری که در اون گوشه میبینید باز میشه و داخل بالکن رو میتونید داشته باشید به عنوان یک فضای نشستن برای ماشین لباسشویی، ماشین خوشکن. پنجره هم که بازشو هستش و قابل استفاده است. یه بالکن دیگه من اون ور دارم میبینم. یه بالکن دیگه هم اون ور هست، بله. خب این داخل یه بار دیگه از این زاویه هم ببینیم. اتاق بغلی هم ببینیم. دو تا تخت نفره، کمد. بازم تأکید میکنم این واحدی که داریم با هم دیگه میبینیم جزء واقعا واحده خوب، تمیز و در لوکیشن خوبی هست. دوستان یه نکته همین مابین بگم، میدونید که توی استانبول چیزی که واقعا مهمه برای ما لوکیشنه. بریم بالکن هم نشون بدم. بله، این هم یه بالکن دیگه، پکیجشون اینجاست. بله، پنجره ها باز میشه. پنجره هم باز میشه به این صورت. اینجا که میز غذاخوریشونه، میز غذاخوری هست و به طور کلی همه امکانات رو اینجا فراهم کردیم. واقعا واحد شیکی. آره، از فیلیپ به خصوص برای یه خانواده، دو خانواده اگر بخوان بیان، همه تجهیزات در یه موقعیت خوب با قیمت مناسب. البته اینا هم تخت میشه؟ بله بله بله. اونم تخت میشه. تخت این میشه. تکیه چی؟ اینا تک نفره هم دیگه. اینم دوباره میکشیم جلو تبدیل به تخت میشه. چقدر خوب. یعنی الان اینجا این دو نفر در واقع بهتون بگم که اینجا برای چهار نفر ما تخت داریم. چهار نفر دیگه هم میتونن به طور کلی اینجا برای 8 نفر، 9 نفر، یعنی برای یه خانواده، دو خانواده میتونه واحد مناسبی باشه. من در یه پرانتز بگم، یه خواهشی دارم، اینکه اون چیزی که ما میگیم رو دوستان عزیز بپذیرن، چون بر حسب تجربه داریم میگیم، بر حسب امکانات داریم میگیم. یعنی اگر میگیم مثلا یک جایی برای 4 نفر خوبه، خب اوکی، بر اساس اون داشته هامون، بر اساس اون چیزی که تجربه کردیم میگیم برای 4 نفر. اینجا رو من میگم مثلا برای 7-8 نفر خوبه، بله منطقیه، برای بیشتر از این تعداد نه، چون خودشون اذیت میشن. سرویسش کجا بود؟ بفرمایید. سرویسش هم ببینید جلوی در. من راستی اینجا چیزم دارم، اینجا کفشیه، اونجا کموده، میتونید وسایلتون بذارید. ببینید سرویسش به این صورت. اینم دوششه. سرویسش هم خوبه، بزرگه، کچیک نیست و یخچال بزرگی هم داره. وسایلشون هم که همه چی هست دیگه، کتری گوری و اینم ظرف ظروف اینجا هم دارن. خب اینجا هم بالاخره ظرف و ظروف مقداری هست، قاشق چنگال اینا هم دارن که اگه نبودم حالا تهیه میشه واسه تون ارسال میشه توی واحدی. ما البته اینجا یه سری سویت هم داریم، اونا رو هم میریم با هم میبینیم. توی همین ساختمون ما 6 تا سویت هم داریم. داخل ببینید، اینجا یه فضای کوچیک‌تر رو داریم. دو تا تخت یک نفره یا یک تخت دو نفره. دستشویی، حمام، وای فای، اینترنت، یخچال، گاز، وسایل پخت و پز، همه چیز فراهمه. و خب اینجا برای دو نفر کفایت میکنه. خب این یکی واحدمون رو ببینید. اینم سرویسشه. واسه فقط خوابیدن مناسبه، یعنی بخواید بیاید بخوابید اوکی کنید، مثل کل لفت هم قیمتش مناسبه، همین که جاش اوکی، دسترسی شالیه دیگه، سلیقه یه دیگه، تو این سلیقتون چیه؟ البته ما برای امنیت بیشتر دوربین مدار بسته هم اینجا گذاشتیم. خب این هم یه واحد دیگه مثل همونجا، استدیو توره و همه چی امکانات بغل هم هستش. تخت
یه تابلو قشنگ گذاشته چون پنجره نداره. تلویزیونشه، میز کاره، یخچال و آشپزخونه به این صورت. اینجا هم چند تا کمد داره که میتونید وسایلتون رو بذارید و سرویس بهداشتیش اینجاست. چطوره به نظرتون؟ حالا خیلی اینجور واحده تو استانبول هست. باید فقط ببینید سلیقه‌تون چیه و چقدر بودجه‌تون میرسه. به نظر من جاش عالیه واقعا. این هم یه واحد دیگه که پنجره داره مثل همون واحده دیگه است، ولی خب یه مقداری از بابت پنجره یه خود دلبازتره. یه حیاط کوچیک هم داره که به این صورت این طبقه بالا بودیم و اومدیم پایین الان. شاید جان تفاوت این واحد اینه که یه کوچولو بزرگتره و خب پنجره داره. پنجره داره. بله. همه این واحدها وای فای مجزا دارن. این حیاط رو میتونن برن همه؟ حیاط هم میتونن استفاده بکنن مشترکه. و بله البته اینجا برای ماشین لباسشویی و خوشکن هم یه فضایی رو پشت حیاط در نظر گرفتیم که میتونن استفاده بکنن. خب اینجا کباب هم میتونی درست کنید. کباب هم میتونی درست کنید. آقای سم مرسی که وقت بودست. خواهش میکنم. این هم یه واحد دیگه که این هم پنجره داره. اون یکی واحد پنجره نداشت، این پنجره داره. قیمتشون فرقی نداره، فقط باید این کدومشون خالیه دیگه. نمایش بسکنش. این هم حیاتشه به این صورت. گفتم بیام بیرون ببینید این طبقاتشه و خود حیات. اینم لابیشه، راهروشه در اصل و پله میخوره میره بالا. ببینید این دوستانی که میخوان بیان اینجا اگه هتل بمونید، هتل معمولا این فضایی که میبینید مثلا واسه 6 تا اتاق در نظر گرفتن خیلی کوچیک‌تر میکنن، مثلا از 8 تا چیز در میارن، اتاق در میارن یا حتی بیشتر. فضاتون خیلی کوچیک‌تره، خیلی محدودتره، ولی همون قیمت دارید پول میدید. توی اینجا مناسب‌تره واسه تون یه مقداری. حالا باز نظر خودت محترمه، ببینید بسنجید بعد انتخاب بکنید. من فقط واسه به صورت نمونه بگم چند تا رو نشون بدم، چون خیلی از دوستان میگفتن تو واحدا چجوریه، چی داره، لباسشویی داره نداره، هر چی رو توی اون مطالبی که از طرف من هر کسی مثلا دارم معرفی میکنم همه رو میذاره، همه جزئیات عیناً همونه، هیچ فرقی نمیکنه و واقعا دست شمالیه. حالا بیرون از اینجا میرم سمت جواهر، اونم ویدیوش میگیرم ببین چند دقیقه تایم میبره. این واحدی که رفتم نشون دادم بهتون تو این کوچه پشتیه، روبروش این مسجد توی شیشلیه و 5 دقیقه این مسیر رو بریم میرسیم به مرکز خرید جواهر. گفتم از خیابونش هم بگیرن که ببین چجوریه. شیب زیادی هم واقعا نداشت. اینجا که کلا صافه، توی خیابون اصلی چیز نیست، برای خیابون چه این ور چه اون ور یه نمه شیبو داره، یعنی واقعا چیز نرمالیه. خب ما الان 5 دقیقه راه اومدیم رسیدیم به مرکز خرید جواهر که همه ایرانی من اینجا. مترو اون بغله، میتونن سوار مترو بشن راحت برن تاکسیم. دو تا ایستگاه فاصله دارن و از اونجا هم بخوام بیان اینور بازم دو تا ایستگاه فاصله دارن، راحت دسترسی دارن به همه چی. دو تا کوچه اونورتره دیگه تقریبا. جای خیلی خوبیه. مثلا یه نمونه واحدی بود که بهتون نشون دادیم. حالا واحده دیگه هم با آقا میسم انشالله اگه وقت داشتید بریم بگیریم دوباره که دوستان بدونن ما چه واحده اینجا داریم معرفی میکنیم. آقا میسم با خیلی ها داره اینجا کار میکنه، خیلی صاحب ملک های ترک مستقیم در ارتباطه و قیمت هایی که داریم اینجا قیمت ها خیلی مناسبه. پس بهتون پیشنهاد میکنم اون نکاتی که مثلا تایم و این چیزاست که دوباره واسه تا مینویسم لحاظ بکنید، اونا رو کامل بنویسید، سلام خوبی نفرستید، اون خواستتون رو کامل بفرستید که بتونیم راهنماییتون میکنیم. حرفی سخنی چیزی دارید به دوستان؟ زنده باشید، من در خدمتتون هستم، تیم ما در واقع در خدمتتون هست. هر سوالی داشتید بفرمایید. اینجا هم به غیر از حالا خدمات اجاره ملک سایر خدمات هم هست. به طور کلی چیزایی که نیاز دارید بهش، خرید ملک، اجاره ملک، امیدوارم که در بهترین ها زندگی بکنید، بهترین اتفاقا براتون بیفته. به امید دیدار. مرسی، ممنون، تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.